سلام، من جمروز کانجا هستم، مسئول دانشکده فنی حرفه‌ای خدمات بهداشتی درمانی حمیدیه دانشگاه علوم سلامت، برنامه خدمات داروسازی. هدف برنامه ما القای دانش دارویی از سطح پایه به دانشجویان همراه با آموزش‌های حضوری و نظری که ارائه می‌دهیم است. همچنین وظیفه ما این است که دانشجویان را در مورد روش‌های ثبت نام که تحت مسئولیت داروساز اعمال می‌کنند و برقراری ارتباط با بیماران و بستگان آنها آموزش دهیم. برنامه ما در پردیس حمیدیه واقع شده است. در این برنامه ما دروسی مانند فارماکولوژی، اطلاعات دارو، فرم‌های دارویی، مواد پزشکی، بیوشیمی، میکروبیولوژی داریم. آزمایشگاه ها بخش بسیار مهمی از برنامه ما را تشکیل می دهند و ما به مدت 3 ترم آموزش های آزمایشگاهی به دانشجویان خود ارائه می دهیم. در آموزش آزمایشگاهی ما نحوه استفاده از دستگاه هایی مانند تهیه داروهای دستی، آماده سازی داروها یا استفاده از دستگاه فشارسنج برای بیماران، استفاده از نوار قند خون را ارائه می دهیم. در پایان سال دوم دانشجویان در طول دوره کارآموزی تابستانی مشغول به کارآموزی در بیمارستان های مختلف یا داروخانه های خصوصی می شوند. علاوه بر این آنها می توانند کارآموزی خود را در کارخانه های داروسازی، مکان های مختلف صنعت داروسازی و انبارهای دارو انجام دهند. پس از فارغ التحصیلی دانشجویان ما می توانند در داروخانه های خصوصی، داروخانه های متعلق به بیمارستان های دولتی یا خصوصی، داروخانه ها و شرکت های دارویی مختلف کار کنند. دانشجویان می توانند برنامه ما را انتخاب کنند، زیرا این حرفه ای است که هم در زمینه بهداشت و درمان است و هم در ارتباط یک به یک با مردم است. بودن دانشگاهی با مضمون سلامتی به ما انگیزه ویژه‌ای می‌دهد تا در کارهایی که انجام می‌دهیم بهترین باشیم. علاوه بر این، دانشگاه ما در یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها در استانبول واقع شده است. به همین دلیل می‌توانید دانشگاه ما را انتخاب کنید. من به داوطلبان توصیه می‌کنم در روزهای انتخاب رشته بیایند و از دانشگاه ما دیدن کنند و در مورد هر موضوعی که درباره آنها کنجکاو هستند، شخصاً از ما اطلاعات دریافت کنند. شروع دانشگاه یکی از بزرگترین قدم‌هایی است که در زندگی برمی‌دارید. ما می‌دانیم که شما هیجان‌زده هستید و می‌خواهیم این هیجان را با ما تقسیم کنید. برای دانشجویانی که در آزمون شرکت می‌کنند، آرزوی موفقیت می‌کنیم و از دیدن شما در بینمان بسیار خوشحال می‌شویم.